He's tall and he's dark, and like a shark, he looks for trouble. That's why the zero's double, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. سلام، چهارمین جیمز باند شاید طعنه اندکی با ناتو داشته باشه، با کمی رقص و تعداد زیادی کوسه. با ما در زیر دریایی ترین جیمز باند همراه باشید. برای نخستین بار شاهد عملیات غواصی و مبارزاتی در زیر دریا هستیم که صحنه‌های بدی به واسطه اون خلق میشه. بار دیگه ترانس یانگ سکانداره و نقل کامندر باند یا همون 2-0-7 رو شان کانری بازی میکنه. این بار جلبه های ویژه فیلمه که به اسکار میرسه و سرمایه 9 میلیون دلاری فیلم نشون از افقهای جدید پیش روی این سری از فیلم هاست. این نخستین فیلم جیمز بانده که کلیه مراحل ساخت اون پس از مرگ یان فلمینگ بوده. امیلیو لارگو این بار شماره 2 سازمان تبهکاری اسپکتره. او از 2 سال قبل نقشه دقیقی برای ربودن 2 بمب اتمی از ناتو طراحی کرده که با عمل جراحی پلاستیک و تمرین دادن یک فرد بدل به جای یک خلبان ارشد ناتو موفق به ربوندن جنگنده بمب افکن ولکان میشه. این بار سازمان اسپکتر انگلستان و آمریکا رو تهدید میکنه در صورت نپرداختن 100 میلیون دلار الماس هر یک از این 2 بمب یکی از شهرهای 2 کشور رو به انهدام خواهند کشوند. جیمز باند که از مرخصی استعلاجی برگشته و اتفاقا در مسیر تبهکاران بوده، نقطه هدف رو از ابتدا ناسا و در باهاماس انتخاب میکنه و برای انجام عملیات اکتشافی خودش راهی سفری به این منطقه میشه. در اونجا از کمک فیلیکس لیتر، یار دیر آشناش از CIA برخورداره و سرکله کیو هم اواسط فیلم و پیش از عملیات نهایی با تجهیزات جدید پیدا میشه. با انصراف گای همیلتون بار دیگه ترنس یانگ برای کارگردانی فیلم انتخاب شد. او اعتقاد داشت تاندربال در زمان درستی ساخته میشه، چرا که با توجه به بودجه اولیه فیلم های باند ساخت فیلمی با این پیچیدگی با اون بودجه یک افتضاح کامل از آب در میومد. در این فیلم به سنت جیمز باند شاهد یک سکانس افتتاحیه با ماجرایی جدا از فیلم هستیم. باند یکی از یاران وفادار اسپکتر رو به قتل میرسونه و شماره 1 در جلسه ای از کشته شدن این فرد به دست یک قاتل ناشناس خبر میده. یادم باشه که رمان تاندربال اتفاقاتش پیش از رمان دکتر نو میفته و در اینجا اسپکتر هنوز زهر خورده باند نیست. از دیگر سنت هایی که در این فیلم هم رعایت شده معرفی یک فرهنگ یا مکان تفریحی جدید در جایی کمتر شناخته شده است. شب جشن بزرگ در ناسوس و دسته های رقصندگان در خیابون اصلی این جزیره کوچیک سرگرمند. در پلاکارد هایی که در دست مردمان عبارت هایی چون United Nation به چشم میخوره که گریزی به مأموریت جهانی باند داره. از دیگر سو پرچم های بریتانیای کبیر و انگلستان در سراسر طول جشن به اهتزاز در اومده که وضعیت سیاسی باهاماس به عنوان یک مستعمره بریتانیای کبیر رو به نمایش میذاره. در این فیلم کوسه ها نقشی اساسی بازی میکنند، اگرچه کوسه ها به اون بزرگی فیلم آرواره های اسپیلبرگ که 10 سال بعد ساخته شد نیستن و باند حتی بارها با آسودگی از کنارشون میگذره، اما شروع تازه‌ای برای نقش آفرینی این موجودات در مجموعه بانده که بعداً جلوه های دهشتناکتری هم به خودشون میگیرن. تهیه کنندگان که پس از تولید 3 فیلم دیگه خوب میدونستند نقش باندگرل چقدر تو فیلم حیاتیه، لیستی از مدل ها و بازیگران جوان رو جلوی خودشون گذاشته بودند و به نتیجه نمیرسیدن. ابتدا بنا بود جولی کریستی نقش رو بازی کنه. بازی او رو در بیلی دروغگو پسندیده بودند، اما پس از ملاقات شخصی با او کاملا ناامید شدند، چرا که اعتقاد داشتند اون وجه مورد نیاز برای باندگرل رو در خود نداره. دیدن یه عکس روی جلد مجله لایف در سال 1964 تهیه کنندگان رو به راکل ولش متمایل کرده بود، اما ریچارد زانوکس از فاکس قرن 20 پیش دستی کرده بود و این بازیگر جوان رو برای ایفای نقش در فیلم سفر شگفت‌انگیز استخدام کرده بودند. فیدانووی هم برای ایفای نقش کاندیدا بود و تا نزدیک امضای قرارداد پیش رفت و این هم نشد. ماریا گراتزیا، میسکل سابق ایتالیا، ایون مونلار که در فیلم‌های ترسناک هم بازی می‌کرد و گلوریا پول هم تست شدند. در نهایت کلودین اوگر، میسکل سابق فرانسه برای این نقش انتخاب شد
و بنا شد شخصیت او با تغییر خطوطی در فیلمنامه از ایتالیایی به فرانسوی تغییر کنه. صدای او هم در نهایت توسط نیکی وندرزیل که صدا پیشگی چند باندگل رو قبلا هم انجام داده بود دوبله شد. لوسیانو پالوتزی هم خیلی دنبال ایفای نقش دومینو بودش، اما در نهایت نقش قاتل مو قرمز به نام فیونا کلی رو پذیرفت که قرار بود زن ایرلندی باشه و در نهایت نام خانوادگی شخصیت برای همگون شدن با ملیت پالوتزی به ولپی تغییر کرد. البته این نقش هم در فیلم بسیار حیاتی بود، چرا که از ابتدای فیلم با اقوای فرانس و دروال خلبان و فرمانده ناتو در پیشبرد نقشه شوم لارگو جایگاه ویژه‌ای داره. بار دیگه شاهد بازی مارتین بسوویک در یک فیلم 2007 هستیم. او دومین حضور خودش رو این بار در نقش پاولو کاپلان مأمور CIA در ناسا بازی میکنه. نباید مولی پیترز رو هم از خاطر ببریم، فیزیوتراپیست در کلینیک سلامت که صداش توسط باربارا جفورد دوبله شده. او ابتدا در مقابل هوسرانی باند مقاومت داره، اما سرانجام سرسپرده او میشه و یکی از دیالوگهای معروف باند در وداع با اوست: یک روزی یک جایی. Another time. Another place. برنارد لی همچنان در نقش ام دیده میشه و لوئیس ماکسول مانی پنیه. دزموند لولیل هم برای دومین بار در نقش کیو سرپرست کیو برنج بر صحنه میاد. آدولفو سلی نقش امیلیو لارگو رو بازی میکنه، شماره دو سازمان اسپکتر، که هم عشق خودش رو هم مأموریتش رو به جیمز باند میبازه. پل استاسینو نقش فرانسوا دوال رو بازی میکنه، هم خودش رو هم بدنش رو، و ریک ونداتر هم نقش فیلیکس لیتر مأمور CIA رو بازی کرده. در این فیلم برای نخستین بار در صحنه شاهد حضور تمام مأموران 2-0 در یک سالن کنفرانس هستیم. فیلم برداری تاندربال در 16 فوریه 1965 در پاریس آغاز شد. صحنه‌های در شاتو دوان در نزدیکی درو در فرانسه فیلم برداری شدند و تیم تولید سپس به باهاما نقل مکان کرد. تاندربال برای صحنه‌های درخشان فیلم برداری زیر آب مشهور شد. بیشتر صحنه‌های مربوط به دی وی 5 و موتور سواری در پیست مسابقه سیلورستون و قبل از نقل مکان به باهاما فیلم برداری شدند. خانه لارگو متعلق به سالیوان هاست و بخشی از حمله زیر آب اسپکتر در زمین های ساحلی خانه میلیونر دیگری تصویر برداری شدن. نبرد زیر آب در اسکله کلیفتون فیلم برداری شد. توانایی تنفس زیر آب در مدت طولانی پیش از اون توسط ژاک کوستو یک کاشف زیر آب استفاده شده بود و برای نخستین بار در یک فیلم از این اختراع بهره برداری شد. بیشترین جلوه های ویژه میدانی در فیلم تاندربال معروف به صحنه های جدال زیر آبه. بخشی از تجهیزات مورد استفاده باند در این فیلم همه را انگوش به دهن نگه داشته بود. خود جان استینر درباره یکی از صحنه ها اینطور میگه: قرار بود شان کانری با پلکسیگلاسی که بین او و کوسه ها حائل بود حفاظت شه، اما پلکسیگلاس به اندازه کافی نداشتیم و یه لحظه یکی از کوسه ها از حفاظ رد شد و به سمت شان رفت و نزدیک بود رو گاز بگیره. من شان کانری رو دیدم که به وضوح روی آب راه میرفت که از کوسه فرار کنه. در یکی دیگه از صحنه ها یک کوسه مرده سر صحنه آورده بودن که این کوسه ناگهان زنده شد و نزدیک بود یکی از عوامل فیلم شام شبش بشه. یکی از بدلکاران هم 250 پوند اضافه خواست، چون قرار بود به عنوان یکی از سربازان لارگو خودش رو داخل استخر پر از کوسه پرت بکنه. سومین فیلم از سری جیمز باند که قرار بود جان بری ساخت موسیقیش رو بر عهده داشته باشه، عنوان مستر کیس کیس بنگ بنگ رو به خودش گرفت، عنوانی که یک روزنامه نگار ایتالیایی برای باند گذاشته بود. He's tall and he's dark and like a shark he looks for trouble that's why the zero's double Mr. Kiss Kiss Bang Bang. آهنگ ابتدا توسط شرلی باسی ضبط شد، اما به علت کوتاه بودن قطعه تصمیم گرفتن که ترانه تغییراتی داشته باشه و به علت در دسترس نبودن شرلی باسی دیون واروک این قطعه را اجرا کرد، اما با مخالفت سالتمن این قطعه تا دهه 1990 پخش نشد و سرانجام دان بلک متن ترانه تاندربال رو نوشت و توسط تام جونز اجرا شد. معروفه که جونز پس از خوندن نوت پایانی غش کرد. جانی کش نوازنده افسانه کانتری هم آهنگی با عنوان تاندربال ساخت و برای اوم فرستاد، اما این آهنگ مورد استقبال قرار نگرفت.
چهارمین فیلم جیمز باند پر از گجت‌های ویژه است. در ابتدای فیلم جیمز باند با یک جتپک از صحنه فرار میکنه. این وسیله مأمور فرانسوی که در آستون مارتین DB5 معروف منتظرش رو حتی شگفت زده میکنه. صحنه‌های پرکوسه تاندربال شگفتی، ترس و اسکار رو با هم به همراه داشت. این بار مانور زیادی روی آستون مارتین DB5 به او داده نشده. تنها شاهد اضافه شدن جت‌های آب هستیم که صحنه طنزآلود رو در ابتدای فیلم به بار می‌نشونه. اما عوضش جت پک جیمز باند خیره کننده و شگفت انگیزه. وسیله‌ای که او رو از مخمصه فراری میده. این یک وسیله واقعی بود که توسط ارتش آمریکا ساخته شد، اما پشت پرده اتفاقات جور دیگه رقم می‌خورد. این وسیله تنها برای 20 ثانیه پرواز رو حفظ کرد و به شدت داغ شده بود، اما چنان مورد استقبال قرار گرفت که شان کانری ناچار شد یک بار یک جت پک جعلی رو در مصاحبه با دیوید لترمن به صحنه بیاره. یکی دیگه از گجت ها ضبط صوت مخفی در فرهنگ لغت بود. چنین وسیله ای رو باید در زمان خودش قضاوت کرد. باند از طریق این ضبط صوت به تحرکاتی که پیش از بازگشتش به اتاق رخ داد واقف میشه و قاتلی که لارگو فرستاده رو ناکام میذاره. شمارنده گایگر تو فیلم دکتر نو رو یادتون میاد، اندازه یه چمدون بود. حالا شعبه کیو خلاق‌تر و محصولاتش فانتزی‌تر شده. شمارنده گایگر در یک ساعت مچی قرار داره و باند برای یافتن محل بمب‌ها ازش استفاده خواهد کرد. یه شمارنده گایگر مخفی در دوربین هم در انتهای فیلم به نمایش گذاشته میشه. ابزاری که باند به دومینو میسپاره تا بتونه گزارش حتمی وجود بمب‌ها در داخل کشتی مستر لارگو رو مخابره کنه. وسیله‌ای که لو میره و دخترک رو به دردسر میندازه، جایی که باید شکنجه انجماد با یخ و سوختن با سیگار رو تحمل بکنه مگر اینکه نجات دهنده ای سر برسه. اما شاهد دستگاه تنفس مجدد هم بودیم. این یکی واقعا یه دستگاه فانتزی که فقط برای این فیلم ساخته شده، دستگاهی که از آب اکسیژن استخراج میکنه و مثل آبشوش میله‌ای کوچک منجی باند در یکی دو صحنه فیلمه. اما اون کپسول رادیواکتیو چی بود؟ این هم احتمالا یه گیرنده ویژه جیمز بانده که انرژی مصرفی خودش رو از گرمای بدن یا اسید معده تامین میکنه. چون تا باند رو نخوره به کار نمیفته و اتفاقا اگر نمیخورد حالا جسدش رو کس پیدا نمیکرد. در این فیلم هم اسپکتر چندان از باند در تجهیزات ویژه عقب نیست. اول باید به اون عمل جراحی پلاستیک ویژه اول فیلم اشاره کرد، چیزی که مشابهش رو سالها بعد در فیلم فیس آف با بازی نیکولاس کیج و جان تراولتا شاهد بودیم. بلوفلد در ابتدای فیلم یک صحنه اعدام با صندلی برقی رو به نمایش میگذاره. صندلی پس از کشتن مأمور شماره 9 خائن او را از صحنه بیرون برده و با حالت نیم سوخته باز نمایان میشه. در این فیلم عوض ماشین ویژه جیمز باند شاهد موتورسیکلت اژدرانداز فیونا وولپی هستیم. وسیله‌ای که البته نه علیه جیمز باند، که برای از بین بردن آخرین کسی که از عملیات اسپکتر مطلعه مورد استفاده قرار میگیره. احتمالاً وولپی فربد اشتباهی رو در این صحنه کشته. بعد به همه اینها اون کشتی ویژه مثل لارگو رو هم اضافه کرد. کشتی که مثل یه مارمولک دم خودش رو ول میکنه تا بتونه با سرعت خیلی بیشتری از صحنه فرار بکنه. سری هم بزنیم به لباس‌های جیمز باند در این فیلم. البته که خاطر انگیزترین لباس باند در تاندربال مایوی قرمز رنگشه که بعداً در پوستر فیلم هم مورد استفاده قرار گرفت. در نماهای زیادی از فیلم جیمز باند مشغول عملیات‌های زیر آب و در حال آب تنی با دومینوست و در هر حال کمتر پیش اومده او رو در لباس‌های رسمی ببینید. آنتونی سینکلر این بار هم یک کت شلوار خاکستری مهر تن باند می‌کنه که دو دکمه سندف و شونه‌های طبیعی داره با سراستین 4 دکمه. او با این کت شلوار خاکستری در بیشتر صحنه‌ها جوراب خاکستری روشن پا کرده که با کت ست کنه، اما در برخی تصاویر او رو با جوراب‌های مشکی می‌بینیم. یکی از نکات ریزی که تو فیلم رعایت شده کمد لباس‌های دومینوست که برای اینکه منعکس کننده این نام او باشه از ترکیبی از لباس‌های سیاه و سفید تشکیل شده. امیدوارم این دفعه که تاندربال رو می‌بینین به جلوه‌های ویژه‌ای زیر آبش بیشتر دقت بکنین. اون گوی آتش قرار زیر آب خاموش بشه.